السلام علیکم تماشاگران عزیز، با توجه شما برنامه اطلاعاتی پیغام تقدیم میگردد. در استودیو با شما صبرین اکرم و کارگردان اسماعیل جان خوف میباشیم. اینک امروز در برنامه ما تماشا کنید. در کنفرانسی 26 حساباتی انتخاباتی کمیجروی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند، فعالیت حزب در دوره انتخاباتی تحلیل و نتیجه برداری کردیده، یک قطار مساله های تشکیلی بررسی شدند. گزارش نخستین پیغام در همین باره. سنه 29 ایولی سال روان در کاخ فرهنگی با نام استاد لایق شیرعلی شهر پنجکند، کنفرانس 26 حساباتی و انتخاباتی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان برگزار گردید. کنفرانس کار خود را با سخن افتتاحی رئیس کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شکرزاده مراد جورا و زیر صدای سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز نمود. در نزد اشتراکچان کنفرانس رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند، عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شکرزاده مراد جورا درباره فعالیت کمیجرای حزب در دوره از ماه ینور سال 2020 تا ماه ایولی سال 2022 حسابات مفصل داده، همزمان نقشه و وظیفه های حزبیان را برای منبعده معین و مشخص نمود. در کنفرانس 26 حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده پیرامون رسالت تاریخی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و همزمان رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان در تحکیم پایه‌های استقلالیت، صلح و وحدت، رشد کشور و تطبیق برنامه‌های حزب با یک صمیمیت خاصه و تحلیل عمیق سخنرانی کرد. سپس اشتراکچان کنفرانس حسابات رئیس کمیسی تفتیشاتی خلوف ثابت را در دوره حساباتی شنیدند. در کنفرانس وابسته به مسئله های اساسی آن، وکیلان یوسف شیرعلی از تشکیلات ابتدایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در کارخانه مشترکی زرفشان، مکملزاده شاهیده مدیر شعبه معارف، جلالوف قابلجان مدیر شعبه جوانان راهبر سازمان جمعیتی جوانان سازندگان وطن کمیجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، بحردین افراهیم رئیس جماعت دیهات لایق شیرعلی، مزرابزاده مقصود سروری مؤسسه دولتی آثارخانه جمهوری تاریخ و کشورشناسی به نام استاد ابا عبدالله رودکی و دیگران به سخن برآمده، پیرامون فعالیت تشکیلات های ابتدایی حزب، سازمان های آن و نقش اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان اندیشه و ملاحظات خویش را ارزیابی نموده با فعالیت کمیجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در دوره حساباتی بهای قناعت بخش دادند. در کنفرانس 26 حساباتی و انتخاباتی کمیجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان خیرنسا یوسفی با سخن برآمده، پیرامون نقش سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان در رشد باثبات کشور و نقش حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همچون نیروی سیاسی سازنده و دیگر مسئله هایی که به رشد و پیشرفت تاجیکستان عزیز ما مربوط بود با اندیشه های پرمحتوا
سخنرانی کرد. وکیلان کنفرانس از روی مسئله های یکم و دویم آن قرارهای دهدار قبول و تصدیق نمودند. در کنفرانس دیگر مسئله ها نیز بررسی گردید. با پیشنهاد و دستگیری وکیلان، هیئت نوی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکن در هیئت 33 نفر و هیئت نوی کمیسیای تفتیشاتی کمیسیای حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در هیئت 3 نفر تصدیق کرده شد. در کنفرانس با وظیفه سرمحرر نشریه حزب فروردین نامزدی روزنامه‌نگار جهانگیر طالبی پیشنهاد کردید که آن را وکیلان یک دلانه دستگیری نمودند. وکیلان کنفرانس با کنفرانس 15 حسابات انتخاباتی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان وکیلان را انتخاب کردند. مورد ذکر است که پس از انجام کاری کنفرانس حساباتی انتخاباتی، نخستین جلسه کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن تحت رهبری رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوغ اسماعیل زاده ظفر مرتضی خان برگزار گردید. اسماعیل زاده ظفر مرتضی خان در آغاز به حاضرین اطلاع داد که در این جلسه دو مسئله مبرم، انتخاب هیئت ریاست نوی کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و مسئله تشکیلی اوید به انتخاب رئیس کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن پیشنهاد شده است. با پیشنهاد و دستگیری وکیلان به هیئت ریاست کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان 11 نفر تصدیق گردیده، از روی این مسئله قرار قبول گردید. در موافقه با رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، ریاست حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوغد و دستگیری به واسطه وکیلان بار دیگر به وظیفه رئیس کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن نامزدی شکرزاده مراد جورا پیشنهاد گردید که آن را وکیلان یک دلانه پذیرفتند. همین طور از روی این مسئله ها قرارها به تصویب رسیدند. در خاتمه کاری کنفرانس در یک فضای تنتنوی با فعالان، سابقه داران، کارمندان مسئول دستگاه کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و خطکردگان مکتب ذخیره های کادری نزد کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، افتخارنامه های کمیته مرکزی، کمیته ولایتی و شهری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با تحفه های خاطروی و سرتیفیکات ها تقدیم گردید. رئیس کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهری پنجکن، عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده در خاتمه این جلسه بار دیگر عرض سپاس خویش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم کشور، رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان جهت دستگیری و اعتماد و باوریشان بیان کرد و تاکید نمود که کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تمام فعالیت خویش را منبعد در راه تطبیق دستور و سپارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان، رهبریت ولایت سوغد، کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوغد و نقشه های کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن روانه ساخته، جشن‌های فرخنده 3 سالگرد اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و 35 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای نظررس استقبال می‌گیرند. مؤسسه های تعلیمی به سال نوی خانش 2022-2023 چیکونه آمادگی میگیرند؟ در این باره توجه نمایید به گزارش خبرنگاران ما.
در مکتب میانه تحصیلات عمومی رقم 82 به نام کمال خوجندی دهه بهار جماعت دهات لایق شیرعلی 528 نفر خواننده در دو بست تحصیل میکنند که از آن 254 نفرشان دختران میباشند. سال جاری 27 نفر مکتب میانه را خط نموده 15 نفرشان برای ادامه تحصیل در دانشکده و دانشگاه های عالی کشور به مرکز ملی تستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حجت های خود را سپردند. در دبستان مذکور 36 نفر آموزگاران، از آن 28 نفر زنان بوده، برای طالب علمان درس میگویند. امروزها کل آموزگاران دبستان به سال نوی خوانش 2022-2023 آمادگی همه جانبه دیده ایستادند. مکتب دارای 14 سینف خانه بوده، الاوتن با تشبوس مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی شهر و کمک والدین 5 سینف خانه الاوگی ساخته ایستادند که آن در عرفه انجام یابی است. ما آموزگاران دهه بهاری جماعت لایق شیرعلی که در مکتب ما 800 نفر خواننده تحصیل میکنند، از سبب نرسیدن جو ما تصمیم گرفتیم که با دستگیری حکومت شهر و حکومت محلی 5 خانه لوگی سازیم. با تشبث با دستگیری صاحب کاران دیها، با دستگیری پدر و مادران ما ساختمان را شروع کردیم. چخیلی که دیده ایستادید آنها در ساختمان کار رفته ایستاده است. با استاها، با خودی، با یوری آموزگاران کار رفته ایستاده است. ما حرکت میکنیم که تا یکم سپتامبر سیمخانه تیار شود و خوانندگان در این سیمخانه تحصیل کنند. و با یک بار دیگر از نام آموزگاران و حکومت شهر با حکومت محلی برای دستگیریشون تشکر میگوییم، حرکت میکنیم که مکتب تیار شد. البته بنای الاوگی مکتب خوشتر و زمانوی ساخته شده ایستاده است. تنها از نورسای میز کرسی تنقیسی میکشند. امید است که به این مسئله شعبه معرفی مقامات اجرای حکومت دولتی شهر توجه مخصوص ظاهر میکند. در آسایشگاه بهارستان، پلنوم چهارم کمیته مرکزی اتفاق کسبه تاجیک متال و مشورت بین المللی اوید به همکاری اتفاق کسبه ساحه صنعت معدن و متالورگیا برگزار شد. به ادامه موضوع توجه نمایید. در آسایشگاه بهارستان، پلنوم چهارم کمیته مرکزی اتفاق کسبه تاجیک متال مشترکان با یک مشورت بین المللی اوید به رشد فعالیت اتفاقهای کسبه ساحه صناعت معدن و متالورگیا برگزار گردید. درباره وضع اقتصادی، حقوقی و اجتماعی در ساحه گیالوگیا، صناعت معدن و متالورگی جمهوری تاجیکستان در پرتو فعالیت اتفاق کسبه تاجیک متال در نیم سال یکم سال 2022، رئیس کمیته مرکزی اتفاق کسبه تاجیک متال عبدالله خالقوف معروضه مفصل تحلیلی نموده، همزمان راه و اصولهای باز هم بهتر نمودن فعالیت اتفاق کسبه تاجیک متال را در همکاری با مقامات دولتی و تجربه دیگر کشورهای جهان به میان گذاشت و تاکید ساخت که ما من بعد همکاری ها را با اتفاقهای کسبه کشورهای اتحاد دولتهای مستقل، جمهوری ترکیه، جمهوری مردمی چین و دیگر کشورها زینه به زینه عملی می سازیم. باید ذکر است که در پلنوم رئیس کمیته مرکزی اتفاق کسبه تاجیک متال عبدالله خالقوف به حاضرین اطلاع داد که واقعا همکاری های کمیته اتفاق کسبه با شریکان از کشورهای خارجی به منفعت کار است. در مشورت بین المللی اوید به همکاری اتفاق های کسبه ساحه صناعت معدن و متالورگیا در پرتو تطبیق اقدام های سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان که سالهای 2022-2026 را سالهای رشد صناعت اعلان نمودند، از طرف نمایندگی های اتفاق های کسبه سیوز متال تا
ترک میتال از شرکت های مشترک جمهوری مردمی چین در جمهوری تاجیکستان و نماینده های تاجیک میتال با سخن برآمده باری دیگر تاکید نمودند که ما میتوانیم در همبستگی برای بهتر نمودن فعالیت این ساحه همه طرفه مساعدت نماییم. در پلینوم و مشورت بین المللی از شهر پنجکین معاون دیرکتور جنرالی کارخانه مشترک سرافشان عبدالحکیم اشورف، رئیس کمیته اتفاق کسبه کارخانه مذکور رستم فتح‌الله، نماینده کمیته مرکزی اتفاق کسبه تاجیک متال در منطقه سرافشان رستم زاده فرامرز و دیگر مسئولین شرکت ورزیده از نتیجه های این مشورت و پلنوم برای خود تاثیراتی کلان گرفتن. در جریان این چاره‌بینی ها از طرف نمایندگان اتفاق های کسبه جهت تحکیم دوستی و برادری تحفه های خاطروی تقدیم گردید. اشتراکچان این همایش بین المللی از انشاءات تاریخی و فرهنگی شهر باستانی خوجند دیدن نموده برای خود تاثیراتی رنگین و خاطرمان را گرفتن و اظهار داشتن که من بعد همکاری ها را با کشوری زیبای تاجیکستان گسترش می بخشند. رئیس جماعت دهات سرزم دلنواز سلطان و زمین ملاقات با اهالی توجه آنها را به اجرای دستور سپارش های اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان، رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سغد و شهر پنجکنت جلب نمود. در بنای جماعت دهات سرزم با فعالان ملاقات برگزار شد. رئیس جماعت دهات سرزم دلنواز سلطان و درباره دعوت تیرماهی جوانان به صف قواهای مصالح جمهوری تاجیکستان، کشتی تکراری، کم بودن آب پلیزه، رعایت نکردن قانون جمهوری تاجیکستان، درباره تنظیم و انانه و جشن و مراسم دست به خودکشی زدن بعضی جوانان سخن کرد. از این سخن او ابراز داشت که در چنین شرایط زندگی دست به خودکشی اهالی باعث نگرانی است. او قید نمود که جهد و تلاش های پیوسته پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور محترم امام‌علی رحمان برای آبادی شکوفایی وطن و تحکیم وحدت ملی برای جوانان یک منبع با اعتماد از مغایرت است. جوانان باید از همه امکانیت ها ثمرناک استفاده برده برای در آینده باسم آباد و زیبا شدن تاجیکستان عزیز سهم ارزنده خیش را گذارند و همزمان فکر و عقیده هایش را اودی مساله های در بالا ذکر شده بیان نمود. گزارش ارشاد حلیمی و صالح جان نورعلیف. دور نوبتی آزمون تلویزیونی رسمی بهترین جنبست کردید. مراسم جنبست نوبتی آزمون رسمی بهترین که طول 10 ماه می شود از طرف شرکت های صدا و سیما و سرپرستی رخش تاکسی راه اندازی گردیده ایستاده است دایر شد. دور نوبتی جنبست آزمون شام 28 ایول در میدان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در آن زیاده از 100 نفر کودکان و نورسان اشتراک نمودند. هر یک آنها با هنر و ذوق بلند رسامی هنر و استعداد خود را استفاده برده در روی کاغذ محصول هنر خود را آفریدند. هر یک رسمی کشیده شده را داورون از نظر گذرانیده بهترین های آنها را معین ساخته غالب اعلان نمودند. از جانب سرپرست آزمون غالبان با جایزه و افتخارنامه ها قدردانی گردیدند. همزمان از طرف شرکت رخش تاکسی بین کودکان بازی های جالب و خاطرمان گذرانیده شده به غالبان شیرینی ها تحفه کرده شد. مورد به ذکر است که مراسم نوبتی جنبست آزمون رسام بهترین در سطح بلند دایر گردیده. شرکت صدا و سیما در همکاری با شرکت وطنی رخش تاکسی همواره کوشش می نمایند تا با براه ماندن چنین آزمون ها به دل نورسان و کودکان شوق زیبایی پرستی و وطن دوستی را بیدار سازند، زیرا کودکان آینده مرز و بومی این میهنند. برنامه پوره مراسم جنبستی آزمون رسوم بهترین روزهای نزدیک منظور بینندگان خواهد شد. گزارش صالح جان نورعلیف و طلبشور توشف. تماشابینان عزیز، حالا به مراجعت نامه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سغد توجه نمایید.
در اساس سپارش مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، سنه 30 ایولی سال روان در قلمرو ولایت از جمله شهر و دهات پنجکند جهت وسعت کارهای آبادانی و سازندگی، شنانیدن گلهای موسمی، تازه و زیبا نمودن راه و کوچه‌ها، گلگشت و خیابان‌ها، کانال و جویبارها، ساحل و دریاها، محل زیست و جایهای جمعیتی حشر عمومی خلقی برگزار می‌گردد. بنابراین از رهبران تشکیلات و کارخانه ها، رئیسان جماعت های دهات، محله های شهر، صاحب کاران و مردم دیار باستانی همان دعوت می نماییم که در این شنبگی متشکلانه اشتراک نموده برای باز هم آباد و زیبا، تازه و پیراسته ساختن شهر و دهات همان سهم از ننده خش را گذارند. تماشابینان عزیز، حالا متوجه باشید با مراجعت نامه مرکز تشخیص منطقوی تاجیک استاندارد در شهر پنجکند تحت عنوان تاجیک استاندارد آگاه میکند. همدیاران عزیز، مرکز تشخیص منطقوی تاجیک استاندارد در شهر پنجکند با آگاهی شما میرساند که در وقت خریداری مواد خوراکی، لباس و پایافزار، متاعها، تجهیزات روزگار، قسمهای احتیاطی، بازیچههای بچگانه، استعمال تمام نوشاکیها و پیشنهاد خدمترسانیها با صفت، تمخ کاغذ، دقیقی واسطههای چینک، کفالت مقررات قانونی دقت اولین درجه دهید. استعمال کننده حقوق دارد که طبق باب و بندهای قانون جمهوری تاجیکستان در باره حمایه حقوق استعمال کنندگان دیگر قانونها از استحصال کننده، فروشنده، مؤسسه های خدمت رسانی، حجت های تصدیق کننده را آید به صفت مال و محصولات، کار و خدمت رسانی، مخصوصا به خطری مواد غذایی، تعام ها، نوشاکی ها، آب آشامیدنی، کفالت تعمیر واسطه های نقلیات، اشیای روزگار، تلفن ها، کامپیوتر ها، تلویزیون‌ها، محصولات نفتی و گازی حتما طلب نماید. نباید فراموش کرد که با خریداری محصولات خوراکواری پس صفت و شبهناک شما سلامتی خود، اهل اویلا و اطرافیان را زیر خطر می‌گذارید. بنابراین با مقصد حمایه حقوق‌های استعمالیتان شما می توانید طریق خطی شفاهی با مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیک استاندارد در شهر پنجکند با سراغه شهر پنجکند خیابان رودکی 141 و یا توسط رقم‌های تلفنی 5 6 68 92 821 72 72 و 92 764 34 70 مراجعه نمایید. تاجیک استاندارد کفیل حقوق‌های استعمالی شما. تماشابین عزیز، در همین جا برنامه اطلاعاتی پیغام به انجام میرسد. در اصول استراتی به هر یک شما عزیزان طبیع خوش و بولیده و استراتی خوش را تمنا داریم. خیر.